افغانستان که 24 ولایتش درگیر جنگ با 20 گروه هراس افغان است، کار تنفیذ قانون را از سوی این نیروها فراتر برده است و پلیس را به گونه مستقیم در این جنگ دخیل ساخته است. تنها پرداختن به تامین امنیت بخش‌های جنگی نه، بل اکنون تامین امنیت پایتخت که یکی از ناامن‌ترین پایتخت‌های جهان دانسته می‌شود، چالش مهم‌تر دیگری است که وزارت امور داخله باید به آن نیز بپردازد. در پانتون ما آرام نیستیم، در شفاخانه ما آرام نیستیم، در سایه آکادمی ما آرام نیستیم، این ضعف حکومت است. از حضور و فعالیت‌های گروه‌های هراس افغان در این شهر گرفته تا مافیای مواد مخدر و جرایم جنایی، القای کار را به این نیروها تنگتر و مسئولیت‌های آنان را بیشتر ساخته است. تا جایی که در این شهر نه تنها در شب بل در روز هم مردم از دایره ناامنی ها به دور نیستند. صبح کی ساعت 7 بجه بود بچه‌ها داخل مکتب می‌رفتند. یک نفر آمد از سراچه تا شد، فنچه قیچ کشکدگی بود، نیم بندهای پای بچه‌ها می‌گرفت، میشه تلفن‌هایشون کشید، از جیبشان گرفتنشان رفت. اما کشور با چنین اوضاع نابسامان امنیتی از راه گذر امنیتی چگونه مدیریت می شود؟ سلام علیکم. خوب هستید. برای دریافت پاسخ به این پرسش، یک روز کار نامزد وزیر امور داخله و چگونگی پرداختن او را با این همه چالش ها به تصویر می کشیم. خانه پدرم است. ما تقریبا دو سال از کجا زندگی میکنم. بازینی خانه که هستی، کرایی هستی، جای مهمانخانه است، در پایان شک زیرزمینی کلان داره. ما مردم اطرافیست مهمان و دگه و دگه زیاد میاد و شک و ایناست. باقی همسایه هست خوش هستن، هر کش میکنم روزای جمعه اگان دفعه میاین میبینم هم. یک روز پر از ماجرای دیگر برای افغانستان آغاز میشود. وزارت داخله را هم داریم. اما این روز برای مسئول شماره یک وزارت امور داخله چگونه میگذرد؟ کمک برشان رسیده، یک نفر پلیس مجروح است. در همین نخستین ساعات روز پیام‌هایی دریافت میکند که قصه از تلفات نیروهای دولتی از شب گذشته دارند و اینکه نیروهای پلیس در کدام بخش‌های از کشور پیشرفت‌هایی داشتند و یا هم کدام بخش‌ها را از دست دادند. یک انفجار هم در پست امنیتی منطقه پایان حوزه دهم شهر صورت گرفته. سلام، خوب است؟ بخیر است؟ سلام، سلام محسن، خوب هستین؟ سلام شما خوب است؟ سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بریم بخیر. اینجا مقر وزارت امور داخله است، جایی که رئیس جمهور آن را قلب فساد در افغانستان گفته بود. این روزها شهروندان افغانستان برای آرامش و روزگار بدور از جنگ و جرایم چشم امید دوختند. سلام، خیلی خوب هستین؟ بخیر. سلام. اما برای دانستن اوضاع عمومی کشور نخست باید در این یکی از مهمترین اتاق‌ها بیاید. اینجا مرکز سوق اداره نیروهای پلیس است، جایی که تصمیم‌های سخت جنگی برای پلیس در اینجا گرفته می‌شوند. چالش‌ها برشمرده می‌شوند و راه حل‌ها پیشنهاد می‌شوند. مهمترین بحث میان این مقام‌های بلند پایه پلیس دریافت علت‌های افزایش عمله‌های هراس افغانان است، عمله‌هایی که شبانه روز افغانستان را به ماتم نشانده است. اینا با تغییر شیوه و تکتیک دست به ترور می‌زنند، دست به مینای چسبکی و تخریب
پلچکا و سرکا و باز او را یک فیلم کوتاه ازش میگیرن و بار از او کوشش میکنن که او را جلوه بتن که گویا ما دستاورد کلان داشتیم. این دفتر ما است. آمدین ما چون نامدین؟ این مزورگیران پول و موبایل همشهریان کابل. ده ها گزارش امنیتی که بیشتر آنان اشهد محرم هستند بر روی میز کارش انبار شدند. کارکردهای پلیس کرده نظارتی که از پلیس میکنه و اطلاع میکنه و میکنه اطلاع میکنه اطلاع میکنه. اما رسیدگی به این همه چالش های امنیتی آن هم در اوضاعی که شورای امنیت و معاون نخست رئیس جمهور نیز در کارهای این وزارت نقش دارند. آیا کارها را برای آقای اندرابی پیچیده نمی سازد؟ مان صاحب خوی موضوع را برای یک چند مدت گرفته دیگه برای دائم خونه میتونم. اگر همین شیوه هماهنگی بین کلگی جلسه بود از هر وزارت خودش میتونه. و یه سرگزار بوده این روزها. طبعا در سرعت عمل بالا رفته بین بخش‌های مختلف. در سهم بندی های حکومتی وزارت امور داخله به عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی رسیده است. اما یکی از ماموریت‌های جنجالی که رهبری پلیس با آن روبروست، تلفات این نیروها در جنگ و چگونگی انتقال زخمیان و جسدهای این نیروها از میدانهای جنگ است. تا وردک تلفات بسیار زیاد داشتیم. از همون بود. بس تیاره آمد، اونا را مزد و چیزشان نجات یافت، اما تلفات زیاد داشتیم. اونا ما قدر تلفات به خاطر انتقال سه زخمی. سلام، چال دارم، خوب هستین، بخیر هستین. سلام، خوب هستین، بخیر هستین. چطور سوازی مریضتان؟ سلام علیکم، چطور هستین؟ خوب هستین، بخیر. در کجا زخمی شدین؟ چی وقت؟ تاریخ چهار. تاریخ چهار؟ چی بود کدام؟ کمین بود؟ چی بود؟ سنگی صاحبا، خیلی جوری بخیری؟ طبیعت دخده؟ یا جور روسی، بخیر روسی، کل راغلی؟ تو او رازی کی؟ ما پیجنی؟ نه زده پلیس و مشریم. ماشاءالله وزیر صاحب. این نظامی که پیش از این دو برادرش را در جنگ با مخالفان مسلح دولت از دست داده است، خودش نیز پس از انفجار ماین در ولایت بغلان در یک قدمی مرگ قرار گرفت. این سوتر نظامی دیگری را می‌بینم که هفته پیش در یک کمین طالبان در ولایت هلمند دو پایش قطع می شود و به دستانش نیز آسیب می رسد. اما هنوز اشتیاق برگشت به میدانهای جنگ از سرش دور نشده است. ده قربانی تا که بس مرده ده سر قربانی لورکو. نه جورو سی بی خیز رمی جمع ده. ده خبر از مرد مردم. اما شاید خوش اقبال بوده است که در اینجا با نامزد وزیر امور داخله روبرو شده است. مسعود اندرابی حاضر می شود که هزینه تداویش را در بیرون از کشور و هزینه عروسیش را هم بپردازد. اما تنها جنگ ها و جرایم در کشور نه، بل پرداختن به مسائل همچون فساد اداری و ایجاد تغییرات در نظام کاری این وزارت یکی از ماموریت های مهم دیگر است که نامزد وزیر امور داخله باید به آن بپردازد. وقتی که یک قمانون همه اولاد یک جای تعیین میشه در شش ماه صاحب بلند منزل و صاحب مسافر تمام چیز ما از کجا میکنه؟ سلام، سلام. اما این مسئول شماره یک وزارت امور داخله از برنامه هایی میگوید که با عملی شدن آن سطح فساد را در این وزارت پایین نگه میدارد. میره تکمیل میکنن وزفقات ازی اشتانش از ضروری است. یک دوسیه نو اگه بگیرین چی میکنه؟ در اینجا هم برای من بخشی را نشان می‌دهد که درباره نظام منسازی پلیس کار می‌شود. نظامی که کوشیده می‌شود با عملی شدن آن دامنه بروکراسی از این کشور برچیده شود. یکی از زدفای دیگه ما این بود که خانم ما را اینجا بیاریم در یک ماحول خوبتر با اینا اینجا کار کنن، با پلیس بلد شون، با کادری پلیس بلد شون. برازو باز کسایشان که علاقه‌مند بود اینا را باز تعدیل رتبه کنیم و درشان بتیم. خوب هستم، بخیر، سلام شما. به تازگی هم در این وزارت بخش خدمات عامه ایجاد شده است. دفعه اول است؟ یعنی راضی هستین؟
اما از سالها بدین سو انگشت انتقاد مردم درباره چگونگی کارکردهای وزارت امور داخله بلند بوده است. چی وقت آمدین؟ نه آمدین؟ انشاءالله تا بال تجربه خوب دارین یا ندارین از این مرکز. و این وزارت همواره از این راه گذر از سوی مردم به چالش کشیده شده است. از شما را اگر صبح بیاین دیگر براتان میته و اگر حال آمده باشین او را دیگر رئیس صاحب خدمات میگه چه وقت. این نظامی نمونه از این کمکاری ها را برجسته می سازد. از ولایت مربوطه ما روان کردن اما با کمال تأسف به بخش پیژانتون وزارت امور داخله تعلل از حد بی حد است. اینا اینجا آمدن که یک پلان 3 ساله را ما سرش کار میکنیم. این چالش های اداری را وزارت امور داخله میپذیرد. میکنه او را ترانزیشن کنیم به خود وزارت. اینا به خاطر از اینکه شما تعیین شوین. اما از ایجاد برنامه هایی میگوید که با عملی شدن آن به این مشکلات پرداخته خواهند شد. پروسه تبدیلی در بخش کادری. ایجاد زیر ساخت ها برای وزارت امور داخله یکی از ماموریت های دیگر است که به گفته نامزد وزیر امور داخله در 2 سال کاریش به آن پرداخته است. تقریبا چند ماه را گرفت که ما بخش های مختلف را ببینم که کی در کجا چی پروژه داره. برقی شدن روند توزیع جوازهای رانندگی و بایومتریک شدن رانندگان یکی از کارهای بنیادی است که قرار است تا چند ماه دیگر عملی شود. باز او را میتونه داشته باشه. بازی باید همراه تذکره هم وصل می باشد چون ما هم معلومات ابتدایی یک نفر از سیستم تذکره می گیریم. ایجاد سیستم GIS کارشیوهی که مکان بوده باش مجرمان را شناسایی می کند. ایجاد ریاست مستقل مبارزه با جرایم امنیت داخلی بخشی که بیشتر تلاش می کند تا منصوبین آلوده به فساد را شناسایی نماید. ایجاد سیستم اپس یا کارشیوه ثبت بایومتریک منصوبین وزارت داخله که 96% تکمیل شده است. برنامه کاهش مصرف پول فرماندهی های پلیس ولایت ها که در یک سال از حدود 1 میلیارد افغانی به 300 میلیون افغانی کاهش یافته است. نوسازی نصاب آموزشی پلیس که بیشتر روی چگونگی برخورد پلیس با مردم متمرکز است، آنچه که مردم بیشتر از برخورد پلیس انتقاد می کنند. یکی از جامعه مدنی گفت ما امرای خانم گفت امرای شوارم در موتر بودم، گفت همین که آمد در چکوان این مره ساب که چیت میشه. میگه من میگم که شوارم هست؟ میگه نه نیست که شوار دینه، تو مسائل که باید بشناس از نظر روان. فروش تجهیزات از سوی پلیس همواره انتقاد برانگیز بوده است. آمارهایی که برای مان شریک ساخته می شود نشان می دهند که در 18 سال پسین بیش از 400 میلیون از تجهیزات و مهمات گوناگون نظامی در وزارت امور داخله سرنوشت ناروشن دارد. مهمتری که جامعه مدنی، مردم، وکلا، کلگی را شریک کنیم. در این روز کم از کم در درازای چند ساعت 3 بار نشست های درباره رسیدگی به چالش های نصاب آموزشی، چگونگی اکمالات و تأمینات پلیس، معاش و خاروبار این نیروها، چگونگی جلب و جذب جوانان در پلیس و موارد دیگر برگزار شدند. وقتی که جذب میشه پرسنل باید مستقیم بره به مراکز تعلیمی و بعد از اینکه سرتیفیکیت گرفتن اونا از مدیول جلب و جذب برن به مدیول کادری. در بحث 3000 نفر باقی مانده به ما 1 ماه دیگه وقت بدن به حبس. مدیول های حبس باز کنند و ما تلاش کنیم که همین 3000 نفر شامل حبس شوند. یکی از بزرگترین چالش های دیگر پرداختن به ناامنی های پایتخت است. شهر با بیش از 5 میلیون جمعیت و پر از قصه های ناگوار امنیتی. یک دستگیری مهم ما داشتیم با ارتباط ترور تو تحت کار است. یک موضوع اخازی بود که یک پایتخت افراد غیر مسئول و مسئول از ادارات یا ایجاد کرده بودن اخازی میکردن 11 نفر بود. اینا نیروهای ویژه‌ای هستند که در لباس‌های غیر نظامی برای به چنگ آوردن هدف‌های مهم در داخل شهر
ماموریت داره. چند نفر دارن آلیجه؟ در 24 ساعت ما 10 نفر میشه. هر چه بدن دو نفر شد. اما دیدگاه های مردم درباره چالش های امنیتی پایتخت با دیدگاه های مقام های وزارت امور داخله همخوانی ندارد. ما از این حکومت هیچ خواست نداریم، فقط خواست مامی است که ما را نکشند. دوست جلوش را گرفتن نمیتونه چون همکار است با دوست. بچهش پرتو یک پلاو مقصد مزد. کندگیش هم کمی پرتو. یعنی کدام روز قابلی هم دارین؟ اصلا قرارداد ما میگه که برنج وطنی است. هر روز بی از غذای ما دیدن بکند، اینه توجه بیشتر میشه به غذای ما. غذای ما خوب است. ما خواهیم روز با تلویزیون رفت آمدهای اعضای شورای ملی که گاهی هم بی اماهنگی از پیش به دیدار این مقام وزارت امور داخله می آیند. معدی به اوج خود رسیده، مشکل به اوج خود رسیده، اختطافا به اوج خود رسیده، ترورا به اوج خود رسیده. در حالی که رفت و آمد اعضای شورای ملی به وزارت داخله یک چالش دانسته می شود، اما نامزد وزیر امور داخله می گوید که او از اطلاعات اعضای مجلس نمایندگان بهره می برد. واپسین نشست امروز نامزد وزیر امور داخله دیدار با مقامهای ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو در پشت درهای بسته است که تا 8:30 شب ادامه می یابد. جنگ و خشونت، جرمها و القهای مافیایی پلیس را ناگزیر ساخته است که از ماموریت اصلیش که تنفیذ قانون است در حاشیه اولویت‌های این وزارت قرار گیرد. اکنون پلیس به گونه مستقیم در داغ‌ترین میدان‌های نبرد سرگرم ماموریت‌های نظامی هستند. امشب هم بیشتر سر وضعیت صحبت کردیم. بلخص وضعیت هلمند، وضعیت قندار که پیشرفت هایی که نیروهای امنیتی در هلمند داشتن. یک روز جنجالی دیگر برای افغانستان رو به پایان است. روزی که شهر لشکرگاه و بسیاری از بخش های دیگر کشور گواه حمله های طالبان هستند و خشونت ها همچنان ادامه دارند. این روز کاری به پایان می رسد، اما سالها زمان و کار بیشتری نیاز است تا افغانستان به یک فردای بهتر برسد.